بسم الله الرحمن الرحیم. بیانی رو که نسبت به منش انبیا و اولیاء خدا دنبال کردیم، این یک واقعیتی است که اونها رو به قرب و قرابت و لطف و محبت و وصول الهی نزدیک می کرده، تا جایی که انسان به مقامی می رسه که خداوند گریبان انسانی رو می گیره و میگه انی انا الله، منم، من خدا هستم. انی انا الله، یک خدایی گریبان انسانی رو، و انی انا الله. وقتی که تربیت و حرکت مصداقی باشه، یا مصداق به مصداق باشه، یا تبدیل مصداق به مفهوم باشه، یا تبدیل مفهوم به مصداق باشه، یه جوری مصداق در کار باشه، این زمینه قرب و رشد و معرفت رو وقتی مبادیش همراه باشه با اون سرشاخه ها، زمینه هایی که قبلا چیدیم، این حرکت میکنه. اما اگر رسید به جایی که تمام محتوا، تمام دانش، تمام فرامینی که دنبال میکنه 10 سال، 20 سال، 30 سال، اینا مفهوم به مفهومه، نهایت مدرسه از اون در میاد، اینی که در لسان عرض کنم گاهی بزرگان، شعرا، عرفا میاد که از مدرسه بیزار شدم، مرادشون از مدرسه علم نیست، مرادشون کمال نیست، بلکه این مفهوم بازیه. از مدرسه بیزار شدم یعنی از مفهوم، از تبدیل مفهوم به مفهوم بیزار شدم. این چرا؟ هر چی تو قرآن اومده مصداقی است، مربوط به انبیا و اولیا هم نیستش. وقتی قرآن میگه لو تعلمون الیقین لا ترون الجحیم، ببینید نون تاکید ثقیله، لام تاکید لا ترون جهیم، اصلا هیچ پیغمبر امامی هم توش نیست. قرآن اصلا فرق نذاشته بین انبیا و غیر انبیا، گرچه مرتبه اونها رو شاخص کرده، اما روشش همونطور که در بحث تفسیر داشتیم، قرآن حرکت در انسانها میکنه، ولی روش مدرسه روش دفتر و کاغذه، روش ترتیب و چینشه، روش مفهوم به مفهومه. این یک کتاب می‌نویسه، می‌خواد کسب بکنه، می‌خواد نخونه، می‌خواد بفهمه، می‌خواد نفهمه. لذا اینی که می‌بینید همین حالات می‌فرمایید برای ما پیش نمیاد، این یکی از همون غلط‌های مدرسه است که به جان ما افتاده. شما نماز که می‌خونید مگر غیر از این است که میگید قربتاً الی الله؟ مگر پیغمبر که نماز می‌خونه غیر از این بوده که سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی مثل من نماز بخونی؟ مگه شما نماز که بخونی نمیگید از صلات و معراج المؤمن، معراج الانبیا که نمیگه؟ اینی که ما اینقدر افت کردیم، اینقدر پایین آمده، اینقدر نازل شده، این خاک مدرسه به سرمون ریخته شد. حالا عرض میکنم اون رو میگم چرا، اجازه بدید، میخواییم ما از حرف در بیاییم. الان دین رو، قصه دین رو نخورید، ما از حرف بیاییم بیرون، هر جا میخواید برید برید، اصلا برید مشرک بشید، حرف بدتر از شرکه. شما ببینید یه بحثی که امروز شما در جامعه ما میگن آقا مردم دیگه حرف گوش نمیدن، حرف قبول نمیکنن، مردم به شک افتادن، مردم از ما دارن میگریزن، این حسن جامعه است، فتح پیدا کردن. اون مردمی که دیروز به مال ما میدوندن نمیفهمیدن چی به چیه، اصلا نمیدونستن ما کی هستیم، حالا فهمشون رفت. خب حالا میگی به ضرر ماست، خب به ضرر ماست،
به نفع مردمه، به نفع مردمه. لازم نیست همه چی به نفع ما باشه، به نفع جامعه که باشه کماله، ولی به ضرر ما باید خودمون رو حرکت بدیم. در قرآن که شما وارد میشید که حالا عنوان میکنیم، تمام قرآن برای همه یکسانه. یعنی شما نماز میکنیم میگه قربت الله، پیغمبرم میکنیم میگه قربت الله، خود پیغمبر به ما که تعصی میخواد یاد بده میگه سلو کما رأیتمونی و سلی، یعنی مثل من نماز بخونی. خب حالا مثل من نماز بخونی یعنی چی؟ یعنی قرب الهی، یعنی معراج، یعنی معراج المؤمن. پس میبینیم که اینا اختصاصیات نیست، منتها چون روش ما، چون حرکت ما، چون ساختار فکری ما به مفهومات منتهی شده، فقط مفهوم به مفهومه، این مشکلات رو پیدا کردیم.